چند نکته مهم رو میخوام با شما عزیزان در میون بذارم. قیام ها در سراسر ایران در حال انجام هست و کماکان در شهرها داره اتفاق میافته و نکته بسیار بسیار مهم این هستش که این قیام ها این سری دارای یک مدیریت کاملا هوشمند توسط رهبران میانی هستش که رژیم رو غافلگیر کرده و رژیم عملا در سرکوب براندازان داخلی غافلگیر شده و نمیتونه کاری بکنه. این نکته بسیار مهمه برای اون دسته از افرادی که در رسانه‌های خارجی میشینن صحبت از اعتصاب کور یا قیام کور یا خیزش کور میکنن، بفهمن و بدونن که این قیام این سری یک تفاوت بسیار اساسی با سری‌های قبل در 98 و 96 داره و اون مدیریت هوشمند توسط رهبران میدانی در داخل ایران هست. نکته شماره دو که بسیار بسیار مهمه، بعد از شروع قیام توسط مردم عزیز ما در استان خوزستان و گسیل شدن تمام نیروهای سرکوب از شهرها و استانهای مختلف، حتی از سبزوار و نیشابور و شاهرود، دامغان، سمنان، گرمسار تا به تهران برای ارسال به خوزستان با هلیکوپتر، با هواپیما، با خودروهای نیروهای سرکوب رفتن خوزستان و امروز دارن خونه به خونه در خونه مردم رو میزنن تا جوانها رو بازداشت کنن. مهم اینجاستش که رهبران میدانی و دوستان و همرزمان ما در داخل کشور در جریان باشن که باید این خیزش در سراسر کشور و در شهرهای دیگه در یک مقطعی به صورت همزمان اتفاق بیافته تا این نیروهای سرکوب نتونن فقط فوکوس داشته باشن، تمرکز داشته باشن روی استان خوزستان و جوانان عزیز ما در استان خوزستان رو مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار بدن و با خودشون ببرن. وقتی که در سراسر ایران این اتفاق بیفته، قطعا جمهوری اسلامی مجبور میشه نیروهاشو دوباره پخش بکنه در سراسر ایران، هم از نظر کمیتی تعدادشون در یک منطقه بسیار کاهش پیدا میکنه، هم ضربه پذیری جمهوری اسلامی بسیار بسیار به صورت تضاربی میره بالا. مورد شماره 3، در رژیم انگل نشان آخوندی طرحی رو به عنوان طرح سیانت در دنیای مجازی به مجلس دادن برای بررسی و اینکه تاییدش بکنن تا اینترنت رو محدودش بکنن. خب ما براندازان بسیار بسیار خوشحالیم از یک جنبه و اون جنبهش اینه که امروز شما کسانی رو که در کف خیابون ها میبینید، در سال 96، در سال 98 اومدن کف خیابون ها، اینا مردمی نبودن که پای اینترنت گیر باشن، وقتشون رو تلف کنن توی اینستاگرام دنبال هجویات بگردن، در تلگرام و در توییتر دنبال هجویات باشن. اینها مردم کف خیابون بودن. امروز با این تر وقتی به تصویر برسه و خواسته باشید محدودش بکنید، اینترنت رو محدود بکنید، اون دسته از افرادی هم که پای اینترنت علاف هستن، وقت میگذرن، خوشگذرونی میکنن، دنبال فیلم ها و ویدیوها و لایو های چرند هستن، اینها میان به کف خیابون و به تعداد براندازان در کف خیابون ها اضافه میشن و این از نظر براندازی برای ما براندازان بسیار بسیار جای خوشحالی که اگر شما این کارو بکنید و قطعا اون کسی هم که این طرحو به شما خورونده یک بخشی از همین سیستمی بوده که با جمهوری اسلامی مخالفه و با این روش قطعا ما براندازان میتونیم پیروز بشیم، چون جمعیت حاضر در کف خیابون ها به صورت تصاعدی اضافه خواهد شد. یک پیامی دارم به رژیم و مسئولان و سردمداران این رژیم انگل نشان آخوندی که شما در طول 43 سال بلایی به جان مردم ایران انداختید، بلایی به جون خود ایران انداختید که تمام ایران دقیقا مثل یک گندمزاریه که خشک شده و هیچ آبی بهش نرسیده و مترصد یک دونه چوب کبریت هستش که در هر جایی بیافته کل این گندمزار آتیش خواهد گرفت و به هوا خواهد رفت. امروز اون کبریت افتاد و از خوزستان روشن شد و این گندمزاری که شما کاشتید در طول 43 سال اتفاقی رو براتون رقم خواهد زد که دودمانتون رو به هوا خواهد داد و این آتش خاموش شدنی نیست، همونطوری که در سال 96 دیدید، در سال 98 دیدید و امسال شما شاهدش هستید. مطمئن باشید این ادامه خواهد داشت تا شما و ریشتون رو کامل از سرزمین ایران خوش بکنه. یک موضوع بسیار بسیار مهم و حیاتی که در طول این چندین روز شما شاهدش بودید عزیزان، این که وقتی جمهوری اسلامی نیروهای سرکوبگر اجنبی و خارجیش مثل حشد و شعبی و فاطمیون و فرستاد خوزستان برای سرکوب مردم عزیز خوزستان، شما شاهد این بودید در قیام‌هایی که در تهران، در کرج، در همدان، در اصفهان رخ داد یا در شهرهای دیگه در بجلود، بروجرد، گرگان اتفاق افتاد، نیروی انتظامی و یگان ویژه با مردم درگیر نشد و این نشانه هم سویی و همراهی نیروی انتظامی و یگان ویژه نیروی انتظامی با مردمه که نه سرکوب کردن نه کاری کردن، فقط اومدن نگاه کردن، در کنار مردم قدم زدن. یعنی ما هم با شما
هستیم و از بدنه جمهوری اسلامی کنده شدیم و این یک پیغام بسیار بزرگ است که اگر این روند ادامه پیدا بکنه قطعا بخش‌های مهمتر و بخش‌های بزرگتری هم از نیروی انتظامی، هم از یگان ویژه نیروی انتظامی، هم از ارتش به مردم خواهد پیوست. و امیدوارم که در این روزهای بحرانی که در داخل ایران هست و مردم قیام کردن، ارتش خیلی زودتر تکلیف خودش رو معلوم کنه و به مردم بپیونده و بیاد وسط میدون و کار ما بتونیم یکسره بکنیم. در بخش پلیس راهنمایی و رانندگی و راهور یک پیغامی دارم برای هممیهنان و عزیزانی که در این بخش شاغل هستن. خواهشی که دارم لطفاً در زمانی که شما پشت دوربین و پشت دستگاه راهنمای رانندگی نشستید و دارین دوربین ها رو رصد میکنید، به عنوان اپراتور هر زمانی که دیدید در یک بخشی از یک شهر یا یک شهرستان یا یک استانی در هر جایی مردم قیام کردن، خیزش کردن، شما راهشو بلدید، شما بلد هستین چجوری اخلال ایجاد کنید در سیستم دوربین شهری که این دوربین ها نتونن فیلم برداری بکنن، نتونن مردم رو کنترل بکنن و نتونن عزیزانی که برای مطالبه حقوقشون به کف خیابون اومدن شناسایی بشن که بعداً دچار آسیب بشن. شما به عنوان یک بخشی از همین مردم موظف هستین و این وظیفه شرعی، قانونی و ملی میهنی شما هستش که با ایجاد اخلال در سیستم دوربین های مداربسته نمایی رانندگی یا پلیس راهور در جاده ها این کار را انجام بدید تا هم میهنانمون بتونن به خواسته ای که دارن برسن. و صحبت پایانی این که همیهنان عزیز ما در داخل کشور در قیام هایی که انجام دادن در طول این چند روز که بیش از 13-14 روز به درازا کشیده با شعارهایی مثل رضا شاه روح چاد، رضا شاه شرمنده این، جاوید شاه، ای شاه ایران برگرد به ایران، شاهزاده کجایی به داد ما بیایی، دو موضوع اساسی رو ثابت کردن. اول اینکه زدن زیر میز مافیای جهانی که فقط روزهای ابتدایی در خوزستان برمیگشتن میگفتن اینها به دنبال تجزیه هستن، اینها جزو کسانی هستن که به دلیل تبعیض در جمهوری اسلامی به دنبال جدا شدن از کشور هستن، مردم ایران باش این شعارها زدن زیر این بخش از میز مافیا که حرف مفت و یاوه نزنید، ما ایران برامون اهمیت داره و فقط دنبال گذر از جمهوری اسلامی هستیم. و دومی این که با این شعار دنبال ایجاد یک اتحاد گسترده در سراسر ایران شدن که موفقم بود و ایران به پا خواست و به حمایت از خوزستان با همین شعارها بلند شدن. و این یک پیامی هم داره برای اون دسته از عزیزان، دوستان و کسانی که دوستان نفهم و بیخردی که در خارج از کشور تجمع برگزار میکنن و اعلام میکنن که برای اتحاد این شعارها رو سر ندید، یا رسانه هایی که میگن این شعارها شعارهای مثلا حزبی یا جناحیه و این شعارها رو ندید، یا کسانی که این شعارها رو میدن مزدور جمهوری اسلامی هستن، یعنی مردم ایران در کف خیابون که اومدن دارن کشته میشن، تیر میخورن از طرف جمهوری اسلامی و میگن رضا شاه روح شاد، میگن جاوید شاه، اونها مزدورن. و یک پیامی داد به همین دوستان خالق ارسو و دوستان نفهمی که در خارج از کشور تجمع برگزار میکنن این حرفا رو میزنن که آقا لطفاً دوستان عزیزان قربونتون برم، لطفاً چند روز خفه شید تا مردم ایران پیروز بشن، فقط چند روز دندون رو جیگر بذارید و خفه شید، قطعا مردم ایران راهشون رو پیدا کردن و گوش به حرف افرادی مثل شما نخواهند داد و اون بچه هایی که کف خیابون تیر میخورن اما رضا شاه روح شاد رو میگن، جاوید شاه رو میگن و میگن شاهزاده کجایی به داد ما بیایی، هیچ کدوماشون نه با شما ارتباط دارن، نه با شما صحبت میکنن، نه شما را عددی میدونن و نه اصلا صدای شما به گوش اونها میرسه. رصد کردن این چند روز قیام در هر جایی که شما دوست داشته باشید، در توییتر، تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، در هر جایی نشون دهنده این هستش که مردم داخل ایران اندازه پشیزی برای افرادی مثل شما ارزش قائل نیستن و کماکان صدا میزنن رضا شاه روحت شاد، شاهزاده کجایی به داد ما بیایی، ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، ما شاه میخواییم، نه ملا، لعنت به تو روح الله و لعنت به تمام کسانی که پشت سر تو ایستادن در خارج از کشور و این شعارها رو دارن سرکوب میکنن. پاینده ایران بزرگ، تا ابد جاوید شاه.